با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی. حزب مشروطه ایران در رابطه با اعدام 16 نفر از هموطنان بلوچ ما، اعدام غیر انسانی و غیر قانونی این هموطنان، اعلامیه‌ای توسط شورای مرکزی صادر کرده است که با یکدیگر می‌شنویم. اعلامیه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات: نباید اجازه داد فرهنگ خون و انتقام در ایران نهادینه شود. در هیچ کجای این جهان خاکی، هیچ دولتی در هیچ کشور متمدنی رسماً چنین عمل شنیع و غیر انسانی را به زندانیان دربندی که هیچ ربطی به آن حمله مسلحانه نداشته اند و نمی توانسته اند داشته باشند، روا نمی دارد که دولت جمهوری اسلامی روا داشته و رسماً هم با افتخار اعلام می کند. هرچند در نظام و در دولتی که وزیر دادگستری کابینه تدبیر و امید آن جنایتکاری چون پور محمدی، یکی از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 باشد، انتظار دیگری هم جز این نمیتوان داشت. جمهوری اسلامی در وقاحت و ترویج فرهنگ خون و انتقام هر روز رکورد تازه‌ای از خود بر جای می‌گذارد و برگ خونالود دیگری را بر دفتر اعمال شرمالود و سیاه خود می افزاید. نظام اسلامی در خیال خود با دست زدن به این گونه خشونت‌های عریان بقای خود را تضمین می کند، غافل از آنکه عواقب بست و گسترش این فرهنگ خون و انتقام پایان ناپذیر دیر یا زود و هر روز بیش از روز پیش گریبانش را خواهد گرفت و جز سقوط و مرگ و تباهی چیز دیگری را برایش به ارمغان نخواهد آورد. حزب مشروطه ایران ضمن محکوم کردن اعمال هر گونه خشونت، چه از سوی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و چه از سوی نظام اسلامی باشد، از هممیهنان خود در سراسر جهان و مخصوصاً در داخل ایران می‌خواهد که ضمن اعلام همدردی با خانواده قربانیان از هر دو سو برای منع حکم اعدام به هر بهانه‌ای که باشد به پا خیزند و تا دیر نشده این فرهنگ انتقام و دور باطل خشونت پایان ناپذیر را از بین ببرند. دوام این فرهنگ خون و انتقام شیرازه‌های ایران را از بین خواهد برد و تا دیر نشده باید جلوی آن را گرفت. نباید اجازه داد فرهنگ خون و انتقام، چه به دست خونالود نظام اسلامی و چه به دست مخالفان و قربانیان آن، در ایران اهورایی نهادینه شود. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران، حزب مشروطه ایران. بله، خانم هایده توکلی، عضو شورای مرکزی، بانوی فریخته‌ای که همواره به ایران و ایرانی فکر می‌کند. حزب مشروطه ایران هم حکم اعدام و اعدام هر کسی را به هر دلیلی در کنگره سوم خود محکوم کرده است و این عمل را غیر انسانی و شنیع می‌داند و معتقد است حکم اعدام از قانون جزا و از قانون ایران باید برداشته شود. در ادامه برنامه با ما باشید. در مورد مسائل اقتصادی به پاریس می رویم و با پروفسور حسن منصور در مورد مسائل نفتی و اقتصادی به گفتگو خواهیم نشست. با ما باشید. موسیقی
بینندگان گرامی، با تشکر از شما که بیننده برنامه ما هستید. برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس پخش می شود. این برنامه روزهای یک شنبه به طور زنده به خانه های شما می آید و در مورد مسائل ایران به کند و کاف می پردازد و آنچه را که هست در چهره حقیقی به شما نشان می دهد. درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه ایران. درودی داریم به همه مبارزان سیاسی که در راه آزادی ایران قدم بر می دارند. درودی داریم به همه خانواده زندانیان سیاسی ایران. هرچند که گروه های فرصت طلب بر این عقیده هستند که دولت آقای روحانی دولت گل و بلبل است، می بینیم که اعدام ها همچنان در ایران ادامه دارد. وضع اقتصادی هر روز بدتر و امروز کار به جایی رسیده است که خود دولت بر این عقیده و بر این مسئله پای می فشارد که دیگر پولی در بساط نیست و کم کم حقوق کارمندان را نمی تواند بپردازند. دولت ایران اعلام کرده است 200 میلیارد دلار از چین، 200 و اندی از دولت چین طلبکار است که همچنان نفت را به دولت چین می دهد و پولی نمی تواند بگیرد. حال چین قرار است که پروژه هایی را در ایران انجام بدهد. به خاطر داشته باشید که دولت چین در پروژه های اصلویه، در پروژه های پارس جنوبی و در پروژه های دیگری از سال 98 همچنان بازی کرده است و هیچ کاری انجام نمی دهد. با یک دست می زند و با پا می کشد. دولت ایران درمانده بدون پول و در شرایط وحشتناک فقط سعی می کند با کشتن، با اعدام، با ایجاد ارعاب، به بهانه گرفتن معتادین و به بهانه گرفتن اراذل و اوباش این فشار را بر جامعه زیاد کند تا صدایی در نیاید. صدای مردم ایران دیر یا زود بلند خواهد شد. این بار برای هیچی جز آنکه برای رزاق شبان روزی خود، برای نان شب محتاجند نخواهد بود. زنان ایران، بانوان ایران دیگر نمی توانند این وضعیت را تحمل کنند. در سعی می کنیم ارتباطمون رو با لندن با پروفسور حسن منصور برقرار کنیم که بتونیم با ایشان در مورد مسائل ایران به گفتگو بنشینیم، مسائل اقتصادی ایران. پروفسور منصور استاد دانشگاه پاریس هستند، استاد اقتصاد و اقتصاددانی که در مورد مسائل جهانی مورد مشاوره بسیاری از گروه ها و سازمان ها و رسانه ها قرار می گیرند. پروفسور منصور رو از لندن بر روی اسکایپ داریم. با صبح بخیر خدمت شما جناب پروفسور منصور و با تشکر از اینکه وقتتون رو به من دادیم. درود بر شما جناب منصور. سلام قربان، ای بنده رو دارید؟ بله قربان، صدای شما رو داریم. خیلی متشکریم و با تشکر از اینکه این وقت رو به ما دادید. جناب منصور، اوضاع از نظر اقتصادی هر روز در ایران در شرایط بدتریه. حتی امروز آقای زنگنه اعلام میکنه که شرایط مالیشون به قدری خراب هست که دولت عراق با حمله میکنه و معتقد دولت عراق چرا نفت بیشتری میفروشد و ما نمیتوانیم بفروشیم. آیا این حمله به حق است و یا از بیچارگی و از اصالت خود جمهوری اسلامی؟ ملاحظه میفرمید مسئله نفت ایران در واقع در 10 سال گذشته به علت توسعه ندادن میادین نفتی خودش
ظرفیت تولید خودش رو کاهش داده، در نتیجه از حجم در حدود 6.5 میلیون بشکه در آغاز انقلاب که رسیده بود به حدود 4.5 میلیون بشکه، الان افتاده به حدود 2.6 میلیون بشکه و اندکی کمتر. وقتی که ایران به علت عرض کنم بخشی از این بخشی از این کاهش به علت تحریم هاست، در حدود 1.5 میلیون بشکه به علت تحریم هاست، ولی افتی که قبلا انجام گرفته به علت ناتوانی جمهوری اسلامی از توسعه و نگهداری میادین نفتی است. حالا وقتی ایران ظرفیت تولید و امکانات صادرات شد دست میده، ناگزیر این ظرفیت از سوی دیگر اعضای تولید کننده جبران میشه. عمده ترین حریفی که در این میان وارد میدان شده و در تمامی موارد کمبود نفت ایران رو جبران کرده، کمبود نفت لیبی رو جبران کرده، عرض کنم کمبود نفت دیگر مناطق رو که در این سالهای اخیر دچار بحران شدن جبران کرده، عربستان سعودی است. عربستان سعودی در واقع الان در حدود متجاوز از 10 میلیون بشکه تولید میکنه در روز و میتونه در اندک مجالی این تولید خودش رو تا 12 میلیون بشکه برسونه. در این میان طبیعی است که نفت عراق نیز توسعه داده شده و امروز در حدود 2.5 میلیون بشکه تولید میکنه و قرار بر این است که در چند سال آینده تا حد 6 میلیون بشکه در روز نیز افزایش پیدا بکنه. حالا مشکل این است که وقتی یک کشور تولید کننده نظیر ایران ظرفیت خودش از دست میده یا بازار خود از دست میده، دیگران این بازار رو میگیرند. پس گرفتن این همیشه کار مشکلی بوده، به ویژه در شرایط انرژی امروز فوق‌العاده مشکله. یعنی تصور این که یک روزی حتی اگر ایران بتواند این ظرفیت از دست رفته رو دوباره بازپس بگیره، یعنی در ایران بتونه تولید خودش افزایش بده، آن چیزی که وعده‌ای که آقای زنگنه کرده هنوز معلوم نیست چگونه میخوان این کارو بکنند، در اون صورت باز نمیشود انتظار داشت که عربستان سعودی یا عراق تولید خودشونو کم بکنن. برای اینکه مسائل اونا، اولا اونا دنبال منافع خودشونن، دوم مسائل متعددی به ویژه عربستان با ایران دارد که تا اونا واقعا راستوریست نشود امکان نداره که در این زمینه در مورد ایران تخفیف بده. جا منصور، دکتر فاطمی، پروفسور فاطمی می نویسه که امروز کمترین عاملی در تعیین سرنوشت ملت ها همانند اقتصاد است و این نقش حیاتی از نقش حیاتی برخوردار است. آیا باید همه کشورها اینطوره یا در کشورهای نفتخیز مثل ایران و مناطق خاورمیانه؟ مسئله اقتصاد می بینیم در تمامی کشورها ستون فقرات قدرت و سلامت ملته و هر دولتی که در زمینه تامین معیشت و رفاه مردم ناموفق باشه در کشورهای دموکراتیک به زودی جای خود رو به قدرت دیگر، به حزب دیگر میده، و در کشورهای غیر دموکراتیک که آرای مردم به هیچ شمرده نمیشود و نظر مردم خونده نمیشود، در اونجا حالا ممکن است چند سباهی اینا عرض کنم پا بکشند و جا رو خالی نکنند، ولی نارضایی مردم انباشته می شود. و عنایت بفرمایید امروز مردم ایران حتی در مقایسه با روزی که در ایران انقلاب شد سطح زندگیشون در مجموع و در متوسط پایین تره، و مقایسه بفرمایید این رو با کشورهایی که اون روز با ایران مقایسه می شدن به این ترتیب که ایران اگر 100 دلار درآمد داشت از سطح ملی، ترکیه 60 دلار داشت. بله. امروز ترکیه بیش از دو برابر ایران تولید ملی داره. همین مقایسه را در مورد کره جنوبی میتونی انجام بدید که دقیقا اون هم در 1979 در برابر تولید ملی ایران 60% تولید ملی رو داشت، امروز متجاوز 2.5 برابر تولید ملی ایران عرض کنم تولید داره، درجه تولید سرانشون بالاتر، رفاه و زندگی و معیشت مردم بسیار فراختره. به این ترتیب جمهوری اسلامی در تمام زمینه ها به ویژه در زمینه اقتصاد هیچ کارنامه روشنی نداشت.
پروفسور منصور، در شرایط فعلی اقتصاد ایران همینجوری که خودتونم میفرمایید از نفس افتاده، این چگونه میشه این اقتصاد رو تغییر داد؟ اصلا کاری به حکومت آقای روحانی یا دیگری نداریم، این اقتصاد آیا قادر هست دیگر بار زنده بشه و به حیاتش ادامه بده یا همچنان با رشد منفی مواجه خواهیم بود؟ ملزم فرمید تا ملتی زنده است امکان اصلاح امور وجود داره، ولی مشکل اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی این است که اولا دولتی تر و دولتی تر شد. امروز در حدود متجاوز از 70% تا حدود 80% از تولید ملی در زیر اختیار و نگین دولته و تاریخ نشون داده که اقتصاد دولتی در تمام کشورها بدون استثنا ورشکسته بوده. شما نمونه برجسته آن رو که در واقع منظمترین و گفته شده از علمیترین عرض کنم کشورهایی بوده که اقتصاد رو در دست دولت گرفت، یعنی اتحاد شوروی. شما فقط مقایسه بفرمایید که روبل شوروی بعد از شکستن دیوار در حدود یک سال بعد به 1/3 ارزش خود تنزل کرد، برای آنکه آنچه که در اونجا ساخته بودن اقتصاد نبود بلکه آمارسازی و حسابسازی بود. در نتیجه وقتی که در میدان رقابت با دیگر حریفان در بازار روبرو قرار گرفت، ناگزیر ارزش‌های اون در هم شکست و کشوری که ادعا می‌کرد متجاوز از 80% تولید ملی آمریکا رو داره، امروز تولیدش در حدود 1.5 برابر ایران قرار گرفته، کشور فوق‌العاده از نظر اقتصادی فوق‌العاده ناچیز و فقیر. پروفسور منصور، اتفاقی که افتاده، دولت ایران دیروز اعلام کرده که بیش از 200 میلیارد دلار از چین طلبکاره و قرار است که چین در ایران شروع به پروژه سازی و سرمایه گذاری کنه. یک، آیا این تحریم ها رو نقض نمی کنه؟ دو، آیا چین قادر به این کاره؟ چون می دونیم که چین در مسائل نفتی قراردادهایی داشت که هیچ وقت انجام نداد. در مورد رقم عرض کنم، فکر کنم یک اشتباهی شد. در رقمی که اونا گفتن 20 میلیارد دلار از پول ایران قرار شده که، یعنی چینی ها گفتن چون ما پول رو نمیتونیم به شما برگردونیم پس میایم در اونجا سرمایه گذاری میکنیم. عرض کنم این در واقع با توجه به سوابقی که چین در ایران داشته در سرمایه گذاری ها، در تمام سرمایه گذاری هایی که داشته نصف کاره کار رو ول کرده رفته، هیچ کدوم از این پروژه ها رو به سرانجام نرسونده. از این بگذاریم که چین در حد تکنولوژی به هیچ وجه قابل مقایسه به کشورهای آمریکا و اروپا نیست، در نتیجه تکنولوژی او در اکتشاف، در استخراج، بهره برداری و مراحل دیگر صنعت بغرنج نفت قابل مقایسه نیست. حتی من با کارشناسان ایرانی که صحبت میکردم گفتن که اونایی که برای کار کردن روی آفشور از چین، یعنی در به اصطلاح فلات قاره خلیج فارس، در همون میدان مشترک که بین ایران و قطر وجود داره، از چین میان برای ایران کار بکنند، اینا در حد کارگران ایران هم سواد ندارن و میخواهند از ما یاد بگیرن. گفته که از کلام این دوستان ایرانی این بود که اینا میخواستن از ما یاد بگیرن، یعنی تخصص این کار رو ندارن. بلکه چین در واقع برای اینکه این زمینه براش فراهم شده که هیچ وقت در خواب هم نمیتونست ببینه، به علت بیرون کشیده شدن پای اروپا و آمریکا، الان چین ایران رو تبدیل کرده به تیول خود، از طرف دیگه روسیه ایران رو تبدیل کرده به تیول خود و این رو به مجانی و رایگان انجام نمیدن. اگر روسیه یا چین از ایران حمایت میکند و این رو زیر به اصطلاح سایه حق وتوی خودش نگهداری میکنه، در مقابلش هزینه های بسیار گزافی از ایران دریافت میکنه. اون که روسیه است سهم ایران رو تا کنون از بحر خزر به طور کلی نفی کرده، به طور که ایران از اونجا یک پچک نفت برداشت نمی کند، در حالی که تمامی کشورهای دیگر عمده تر از همه باکو از اونجا برداشت می کنند. چین هم همین وضعیت داره، یعنی چین اگر با این پروژه جلو بیاد، در واقع با حسابسازی و بهانه سازی اون 20 میلیارد دلار موجود ایران رو هم به احتمال قوی بالا خواهد کشید.
منصور، یک سوال اینجا مطرحه. آیا شما فکر میکنین تنها راه نجات اقتصاد ایران در مسئله نفت بارور کردن نفت ایران، یا میشه به نحو دیگه و خصوصی کردن اقتصاد رو حرکت داد، یا اصلا جوابی نیست برای این سوال؟ چرا قربان، ببینید اقتصاد ایران امروز مسائل عدیده ای داره. عموما ناشی از دولتی شدن، دوم ناشی از دولتی شدن ناقابل، یعنی دولتی شدن هم با دولت شدن فرق میکند. دولتی که سابقه کشورداری نداشت، شما آخرین آمار از کنن لگتم رو که همین پریروز منتشر شد ملاحظه بفرمایید، ایران در بین 144 کشور ردیف 126 رو پیدا کرده از پایین، ها 126، یعنی 144 آخرینه. بله. کشور چاده. بله. ایران نمره 126 رو داره در کشورداری و در مجموع ردیف 101 رو داره. در نتیجه در بسیاری از زمینه‌ها ایران شاخص فوق‌العاده منفی داره. مسئله اقتصاد ایران رو اگر واقع بینانه نگاه کنیم، درجه اول مسئله دولتی بودنه، درجه دوم دولتی است که راه رو به مافیاها باز کرده، اون رو در دست سپاه پاسداران و از دستگاه های امنیتی خود قرار داده، غیر خودی و غیر خودی کرده، انحصارهای خودی پدید آورده. مهمتر و مهمتر، حدود 40% از تولید ملی رو زیر نگین ولی فقیه از حسابداری ملی بیرون برده، به طوری که نه به دولت نه به مجلس گزارش میدند، نه گزارش سود و زیان میدند و نه پشیزی مالیات میپردازند، و معلوم نیست که دارندگان این ثروتهای کلان و کلان چگونه از پرداخت مالیات باید معاف باشند و چرا معاف باشند. به این ترتیب ایران مسائل عدیده رو داره. بعد از اون افت بهره‌وری که خود ثمره این دولتی شدنه در ایران یکی از مسائل عدیده است. نکته دیگری که در طی این 10 سال گذشته به ویژه رفته رفته بیشتر گریبانگیر شده، به ویژه در دولت آقای احمدی نژاد، مسئله تزریق، عرض کنم، پول بدون پشتوانه تولید در نظام پولی بوده، به طوری که نقدینگی، یعنی آمپولی که دولت چاپ میکنه، ضرب میکنه، به علاوه سپرده های دیداری مردم در بانک ها، این از رقم 70,000 میلیارد تومان به حدود 500,000 میلیارد تومان رسیده، که همین یه هفته گذشته آقای طیب نیا اعلام کردن این رقم 650,000 میلیارد تومان است. و این یکی از غریبترین مسائلی است که در دنیا، نمیگم رخ نداده، ولی واقعا نادر است که حجم نقدینگی برابر باشد با حجم تولید ملی، یعنی خطری است که انفجار رو هر لحظه در پی داره. برای اینکه حجم تولید ملی در حدود 4-4.5 برابر حجم نقدینگی باید باشه، در ایران این دو تقریبا با هم برابرن و این در واقع نقطه انفجار اقتصاد ایرانه. و دولت امروز در وضعیتی است که نمیتونه جز ذکر مصیبت کاری نمیتونه انجام بده. تا کنون نشانه ای از این نمایش ندادن که میخوان واقعا چیکار بکنن، فقط ذکر درد رو کردن که بله ما دوچار تورم رکودی هستیم، اگر دوچار تورم تنها بودیم این کارو میکردیم، اگر دوچار رکود تنها بودیم اون کارو میکردیم، الان دوچار هر دو هستیم، معلوم نیست چیکار باید بکنن، در حالی که در تمام دنیا این درد هم شناخته شده است، درمان شده است و نسخه هاش معلومه. فقط میماند به اینکه آیا دولت آقای روحانی این توان رو دارد که با این دستگاه های انحصاری مقابله بکند، چون راه از اونجا میگذره. اگر نه، هیچ چاره‌ای بر اقتصاد ایران پیدا نخواهند کرد. پروفسور منصور، از شما بسیار بسیار متشکرم از این وقتی که به ما دادین. با امید که در برنامه آتی نیز این افتخار رو داشته باشم که بتونم با شما صحبت کنم. سپاسگزارم. متشکرم از شما.
بینندگان گرامی، با پروفسور حسن منصور، اقتصاددان، استاد دانشگاه پاریس و مقیم لندن صحبت کردیم. میریم و باز میگردیم، با شما خواهیم بود. سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه، خاک تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه، من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم غیورم هم صبورم طفلی از آبستن تو، من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیری، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین، من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا میخروشم، من خلیجم تا ابد پارس، من صدای ایرانم، ما ندای ایرانی، قبله من ایرانم، ما فدای ایرانی، در جهان ریشه داری، باغ پر برگ و باری، فرزندان کوروشی قرین افتخاری، بر پا خیز ایرانی، در آن در خود زندانی، ایران قلب جهان است، تو در قلب جهانی، من درد وطن دارم، یک سینه سخن دارم، پرچم ایران پوشینه به تن دارم. We are the voice of Iran. We are all Nedas of Iran. We pray to Iran. We give our lives for Iran. We give our lives for Iran. در این شهر نفسگی، این شهر پا به زنجیر، از جور این تتارا بر لب رسید جانم، در فصل جور و بیدار با سینه سینه فریاد، من از صلح و آزادی ترانه ها میخوانم، خیز ایرانی، نوان در خود زندانی، ایران قلب جهان است، تو در قلب جهانی، سرزمینم خاک افسونگر دل خاور، حالا بینندگان گرامی، در مورد مسئله نفت و اقتصاد ایران صحبت کردیم، به تاریخ برمیگردیم و به سخنرانی محمد رضا شاه در سال 1971 در مورد مسئله نفت و اوپک گوش میکنیم.
که در آنجا به این مسائل نفتی اشاره می کند و می گوید که در سال 79 قرارداد ما با کنسرسیوم به پایان می رسد. با یک دیگر نگاه. کنسرسیوم نفتی که در ایران کار می کند، چون 4-5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار می کند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودید. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های حامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکند. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون سوابدید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقم 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برنمی دارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فن نیست، اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انجکسیون بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی
در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود. بله، صحبت‌های محمد رضا شاه پهلوی در مسئله نفت در سال 1973، اشتباهاً مثل اینکه 71 اعلام کرده، ولی نه، 1973 که محمد رضا شاه پهلوی میگوید که در سال 79 ما باید به 8 میلیون بشکه تولید در روز برسیم، وگرنه اگر کشور کنسرسیوم نخواهد با ما همکاری کند ما خودمان ادامه میدهیم. باید به خاطر داشته باشیم زمانی که انقلاب به اصطلاح اسلامی اتفاق افتاد ما تولیدیم برابر 6.5 میلیون بشکه در روز را داشتیم و به سوی هدفمان میتاختیم. حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی همه چیز را از ایران گرفت. و اما نهم آبان سال روز تولد شهریار ایران رضا پهلوی است. شهریار ایران رضا پهلوی در 31 اکتبر 1960 برابر با نهم آبان 1339 در تهران، در جنوب شهر تهران، در بیمارستان مادر به دنیا آمد. او در ابتدایی و متوسطه را در ایران به پایان رساند، سپس وارد به امریکا آمد. بعد از فوت پدر همواره در امریکا زندگی کرده است. شهریار ایران رضا پهلوی از دانشگاه USC، دانشگاه جنوب کالیفرنیا، با اخذ درجه لیسانس در حقوق سیاسی فارغ التحصیل شده است. شهریار ایران رضا پهلوی خلبان جنگی می باشد. او در پایگاه های امریکا در تکساس تحصیل کرده و در پایگاه موباک این دوره را به پایان رسونده. شهریار ایران از روز ورودش به امریکا و از زمان آغاز بعد از فوت پدر همواره مسئولیت مبارزه را بر دوش گرفته، به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان کسی که همواره به آزادی و دموکراسی میاندیشه در این راه قدم برمی‌داره و به هدف خودش به سوی آزادی ایران می‌رود. شهریار ایران رضا پهلوی در جون 1986 با خانم یاسمن اعتماد امینی ازدواج کرده. حاصل این ازدواج 3 دختر به نامهای ایمان، به عنوان نامهای نور، ایمان و فرح می باشد که همه با هم در امریکا زندگی می کنند. تتسال روز تولد شهریار ایران رضا پهلوی رو به ایشون و خانواده ایشون و ملت ایران تبریک می گوییم. رضا پهلوی، بچه مولوی، وارث تاج و تخت خسروی، انتظارمون روز شاهیت، سرفرازیمون پادشاهیت. چه مولوی وارث تاج و
میخواد به جای همشایی میخواد کنار تو تو شهر عشق. بله، کار زیبایی از جناب همایون هوشیار نژاد و بانوی صدای ایران خانم مهستی، کار بسیار بسیار ارزشمندی. خبرهای رسیده از ایران هاکی است که در زندان رجایی شهر در بند 12 رجایی شهر شهر کرج حدود 80 نفر از زندانیان سیاسی ایران دست به اعتصاب قضا زدند. این خبر هاکی، زندانیان سیاسی بند 12 زندان رجایی شهر کرج حدود 80 نفر از دیروز که در اعلامیه اومده امروز شنبه در اعتراض به نصب دکل‌های پارازیت موبایل در بندشان دست به اعتصاب قضا زدند. خانم ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و همسر آقای بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار زندانی در بند 12 رجایی شهر در صفحه فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشته است: این دکل‌ها با ارسال پارازیت‌های شدید سلامت زندانیان سیاسی را به خطر انداخته است. مجید توکلی، کیوان صمیمی، نوید خانجانی، مهدی معتمدی مهر، مسعود باستانی، فرزاد مددزاده، سعید منصوری، عفیف و سعید نعیمی، فعاد خانجانی و پدر بزرگشان و مصطفی نعیمی و ده ها زندانی دیگر که زندانیان سیاسی بند 12 هستند در این زندان محبوس هستند. همچنین خانم دهقان نیز خبر داده است که همسرشان آقای عبدالفاتح سلطانی در بند 350 اوین دست به اعتصاب قضا زده است. بیش از این در خبرها آمده بود نصب دستگاه‌های پارازیت امواج موبایل و خط شکن در زندان رجایی شهر امنیت و سلامت سیاسی این زندانیان را به خطر انداخته است. سایت کلمه در این باره نوشته است: ریاست زندان رجایی شهر اقدام به نصب دستگاهی کرده که باعث سردرد شدید و حالت تعب برخی از زندانیان شده است. بنابراین خانواده زندانیان سیاسی رجایی شهر گفتند که شدت امواج این دستگاه ها به حدی است که طی دو روز گذشته اکثر زندانیان به دلیل سردرد و حالت تعب شدید حال جسمانی بدی دارند. به نظر می رسد نصب دستگاه های پارازیت موبایل در زندان رجایی شهر برای مقابله با قرار گرفتن احتمالی موبایل در دست زندانیان می باشد. مسئولی زندان قصد دارند مانع از ارتباط زندانیان سیاسی با فضای خارج از زندان گردند. خبر دیگر این که هواپیماهای اسرائیلی به پایگاه نظامی در جنوب سوریه حمله کردند. مقامات ایالات متحده میگویند که هواپیماهای جنگی اسرائیل به یک پایگاه نظامی در شهر بندری در سوریه حمله کردند. این مقامات که روز پنجشنبه با رسانه‌های آمریکایی سخن گفتند و نخواستند نامشان فاش شود، اظهار داشتند که هدف حمله احتمال زیاد موشک‌های روسی بوده است که اسرائیل بیم از آن دارد که این موشک‌ها به دست شبه نظامیان حزب الله بیفتند. و اما در مورد یک به عنوان حسن ختام برنامه، در ایران همیشه ما عادت داریم و عادت داشتیم از یک ضرب المثل معروف استفاده میکردیم. ضرب المثلی که میگفت برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. آخوندها، ملایان یا به اصطلاح گروهی این روحانیون، از حرف بد نمیخوام استفاده کنم، اینا همباره از خون مردم مثل زالو زاخ کردن، زندگی کردن و با خرافات و حرفهاشان همواره مردم را مورد مسخره قرار دادن. آخوندها وقت حرفهایی رو که میزنن هیچ کدوم را قبول ندارن و در خفا به ریش مردم و به حرفهای خودشان میخندن. با یکدیگر نگاه میکنیم به آخوندی که بعد از بازگشتن از یک روزخانی در حال رفتن است. با یکدیگر به این فیلم نگاه کنیم که بعد از اینکه روزه خواند و امام حسین را به صحرای کربلا برد و سینه زدن و گریه کردن و بر مویشون رو کشیدن، ایشان چگونه رفتار میکند.
احتمالاً حاج آقا دست رو برای خودش میزنه و سینه رو به گفته خودش ما باید بزنیم که ناراحت باشیم و ایشون به ریش من و شما و دیگر مردم میخندن. این سرنوشت ملتی است که بدون عقل دست به انقلابی زد و انقلابی که امروز کدهی میگویند دزدیده شده است. اگر دزدیده نشده بود چه میشد؟ هیچ کجای ثابت مسئله‌ای به عنوان دزدی انقلاب دیده نمی شود، اما در جمهوری اسلامی انقلابی را دزدیدند. انقلاب قرار بود به کجا برود؟ همه به نوبت خود خود را نشان دادند. بهتر است همه با یکدیگر به ایران بیاندیشیم، به فکر ایران باشیم. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. به همراه پروفسور حسن منصور از لندن، به همراه آقای رضا تهیه کننده برنامه، آقای آرش و آقای افشین و آقای اتاق فنی، همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق و به خدای دوست داشتنی میسپاریم. ولی قبل از رفتن این را بگویم که به آقای بختیاری از مرکز ایران درودی داریم. باشد تا دیگر بار همه به برنامه دیگری را با شما در هفته آینده پی بگیریم. در راهی که در پیش داریم به خاطر داشته باشید که پیروزی از آن ماست.